خب PHP Storm ما نصب کردیم. اگر رو این گزینه help بیاد، یادتونه من یه edit custom vm option رو زدم بهتون نشون دادم. ببین همینجا میاره، ولی اینجا چیکار می‌خوایم بکنیم؟ ما می‌خوایم یاد بگیریم که ایشون رو کرک کنیم. اگر روی گزینه help دوباره بیاید، روی گزینه register بیاید، میگه می‌بینی 30 روز بیشتر وقت نداری ازش استفاده. خب پس من اومدم روی گزینه help edit custom vm option همین ایشونه. روی گزینه رجیستر بعدا میریم ببینیم ایشون قرار هستش که تا بی نهایت به ما اجازه بده ازش استفاده کنه. خب چجوری؟ کافی هستش که اینجا شما بنویسید داش، به ایشون میگن داش یا هایفه جاوا ایجنت دو نقطه میایم دو نقطه رو میزنی. گرچه اینجا هم اگر بخوای بهت بخونی اینجا کامل بهت گفته، ولی من دارم به خیلی مختصرش رو میگم، نیاز نیست این رو بخونی. من رای که من بهت میگم رو تو ذهنت داشته باش راحت. خب میایم اینجا بعد از اینکه ایشون رو باز کردی در واقع پروژه‌تون رو ساختیم، میایم روی گزینه help روی edit custom vm option کلیک می‌کنی، جاوا ایجنت رو می‌نویسی. ببین جاوا ایجنت خیلی ساده می‌نویسی، جاوا ایجنت یعنی عامل، جاوا هم که یعنی عامل جاوا، یه داش هم یا هایفن رو هم قبلش می‌ذاری. یا اینجا روی گزینه در واقع درایو سی روی پروگرام فایلز روی جت برینز. خب یه کرک هستش، ببین اینجا نوشته هچ دات جر، برای شما بار اول نداره. خب وجود بود ایناش، این نرم افزاری هستش که شما دانلود کردی. یه گزینه داره برای پچ، ایشون از نوع جاوا، چرا چون پسوندش جر. ممکن هستش که برای شما این آیکون رو نداشته باشه. شما اگر JDK میتونید برید JDK رو نصب کنید. خب یه چیزی داریم به نام JDK جاوا دیولپمنت کیت، در واقع شما باید برید جاوا دیولپمنت کیت رو داشته باشید. اصطلاح SDK هم بهش میگن، یا میتونید برید SDK رو نصب کنید. 200 خورده مگ اس بکنم اینجا، من دارم که نشون بدم. این هاشش JDK 8 رو بگیرید دیگه، ورژن 64 شد 261 شما من دارم. این رو بیاید اینجا میزنید نصب میشه 170 میگم. حالا من اینو از صاف 98 گرفتم، ولی میتونید در واقع برید این رو دانلودش بکنید توی کامپیوترتون داشته باشید. چیکار میکنه؟ چون این نرم افزارها اصطلاحاً با جاوا نوشته شده، میبینید پسوندشون هم داد جر. خب نه این اکسترکت بکنید بچه هم، این اکسترکت کن نه کپی میگیری، اینو من کپی گرفتم. بذار من همه این فولدرها رو ببندم. چیزی شده اینجا، چرا فولدر بازه اینا رو بستم. میای کپی کردین مسیر رو فایل رو، میاید میرید توی سی، میاید میرید تو پروگرام وایز، میاید میرید توی جت برینز و اینجا پیستش میکنید. میگه میخوای ریپلیسش بکنم؟ آره هیچ فرقی نداره برای شما، چون بار اول شاید بیاد اینجا برمیگرده میگه که به بهت ادمیشن، شما در واقع چی میگه ادمینستراتوری میخوای کپی کنی، من اجازه بدم یا نه. شما کانتینیو رو میزنید اینجا، بعد میگه ریپلیس کنم یا آره ریپلیس. میبینید میگه ادمینستراتوری شما میخوای در واقع کپی کنی، میگم آره کانتینیو ادامه. خب این رو کپی کن، اینجا میای رو آدرس یه کنترل سی میزنی و میای توی نرم افزار اینجا پیست میکنی، یه بک اسلش میزنی، این اسم رو مینویسی پچ دات جر، یه بار روش کلیک بکنی بهت اجازه میده که این رو کپی کنی. یه کنترل سی بزن اینجا قرارش کن. خب اینجا نگاه کن تیک سبز بخوره، معمولا انتر بزنی ناخن یه چشم میاد بعد یه تیک سبز بخوره، این دیگه اینجا قرار گرفت. خب تموم شد. نکته دوم، حالا من کرکش کردم. نکته دوم، حتما باید به اینترنت وصل باشی. هر بار که میخوای از این نرم افزار استفاده بکنی باید به اینترنت وصل باشی. نکته سه، الان من میام روی هلپ روی گزینه رجیستر بزنم، روی لایسنس سرور بزنم، منتظر هستش که این لایسنس سرور قرار بگیره. خب این الان هیچ اتفاقی نیفتاد. اوکی مشکل نداره، من اینو میبندمش دوباره بازش میکنم. پس بعد از اینکه این کارا رو انجام دادی، فیلمش رو داری گرفتن داری میبینی، دوباره میذارم بیاد بالا، میخوام رایگان استفاده کنم ازش و منتظر میشم تا بیاد بالا، پروژه میاد بالا و
میام روی گزینه هلپ، روی گزینه رجیستر کلیک میکنم. خب نگاه کن، خودش اومد توی لایسنس سرور یه همچین آدرسی رو گذاشت و میبینیم گذاره اکتیو دیگه، 30 روز نیست. ولی اگر شما به اینترنت وصل نباشید اینجا ارور خواهد. و ببین الان من دوباره اکتیو رو بزنم، میره بررسی میکنه اکتیو شد. ببینید اکتیو شد، هیچ مشکلی هم نداره. الان دیگه شما میتونید تا بی نهایت از ایشون، آره بی نهایت که من فکر کنم تو 2 سال رایگان میذاره استفاده بکنید تا ورژن جدیدش بیاد. که ورژن جدیدش هم ندارن، 2021 که هنوز نیومده. طبیعتا شما از همین 2020 ش استفاده میکنید، تازه ورژن 1 که چم هست، ورژن 1.3 ش هم اومده. من 1.3 ش رو واقعیت 1 که از همش بهتر بوده، من بقیه‌اش رو هنوز ندیدم. پس خب مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی این هستش که خب بچه های صحبت سن فیلم رو نگه دارم رسپون من به این شکل میتونید استفاده کنید و اینم به این شکل. بیایم اینجا و اینم که اصطلاحاً پچش کردیم، یه میدید به چه صورت میشه پچش کرد، آموزش دادیم. بریم سراغ مفسرمون. مفسر چیه؟ نگاه کنید، من برای اینکه بتونم بیام در مورد این شروع کنم صحبت کردم، من برای اینکه بتونم کد هایی که به زبان پی اچ پی می‌نویسم کامپیوتر معنی بکنه احتیاج دارم به مفسر. مفسر یعنی چی؟ مفسر فرض کن ایشون بنده هستم، من الان نقاشی خوب نیست، من چپ دستم هستم با دست راست دارم موس کار، این منم، فرض کن یه ایرانه، یه ایرانی، این منم یه حالا فرض کن آمریکایی. حالا اکثر همون زبان همون خوبه باید نیست باید میتونه ما هم دیگه کامل جد کنه. فرض کنم حالا اینجور یه آدمی که هستش مثلا زبان صفره، هیچی بلد نیست، این برم یه آمریکایی اصلا فارسی صفره، اونا که معمولا فارسی بلد نیستن چون برای شما مهم نیستن، ولی خب ایرانی ها باید انگلیسی بلد بشه بتونه مثلا همون کامل جد کنه ارتباط میشه. شما فرض کنیشون کامپیوتره، این هم که زبان پی اچ پی، این ایران رو من نوشتم پی اچ پی، این هم که هست کامپیوتر. خب کامپیوتر الان شما شروع کنی با این صحبت کردی به خدا اگر این بفهمه، یعنی شروع کنی باش بگی سلام چطوری خوبی چه خبر لطفا بیا این کار رو بکن لطفا برو کار، اصلا هر چی بگی ما میسه نگاه کنیم. خب حالا کامپیوتر که تو هر چی بهش بگی اگر پی اچ پی بنویسی، اگر مفسرش اصطلاحاً ما میگیم مفسر، یه مفسری داریم به نام آپاچی که حالا شرکت در واقع زند ساختش، زند اسرائیلیه و و و خیلی چیزه دیگه در موردش یاد صحبت نمی کنیم. نیاز داریم به یه مفسر به نام آپاچی. یعنی الان شما تو صبح قیامت شروع کنید اینجا پی اچ پی نوشتن یا ایرانی صحبت کردن، آمریکایی نخواهد فهمید، کامپیوتر نمیفهمه. نیاز داریم به چی؟ به یه دونه شخصی که این وسط ترنسلیت بکنه، معنی بکنه. تو بهش بگی سلام، دو طرف هم هست ارتباط ها، این به این برگرده به طرف بگه ببین، برگشت بگو های، ها این هم برمیگرده میگه خب بهش بگو های، این های رو میگه، این های رو برات معنی میکنه، میگه ببین این بهت گفت سلام، تو هم بهش گفتی اینجا سلام، این برا در واقع دو طرف. بس مفسر، این مفسر ها یا اینترپریتر، خب من فارسیش رو می‌نویسم مفسر، چه من فارسی کنم خوب نوشتم، من دست راست موس نمیتونم خوب بنویسم. مفسر میاد چیکار میکنه؟ اصطلاحا کدایی که شما می‌نویسید تبدیل میکنه به کدایی که کامپیوتر بفهمه. از همه مهمتر ایشون سرعتش وحشتناک بالاست. چرا؟ متوجه میشه. من نیاز دارم به اینکه این وسط یه شخصی بیاد برام تفسیر کنه. این تفسیر کننده چیه؟ چند تا هستن، مهمترینشون زمپه، ومپ هم هست، هر جفتش هست میتونید ازش استفاده کنید. کدوم استفاده میکنم؟ زمپ، زمپ هست همه بهتره. من نیاز توی زمپ چیه؟ توی زمپ آپاچی MySQL PHP NI HD Docs
ببخش HD Access و چیزاییش. اینا چیکار میکنم؟ اولا این آپاچیه برای شما کد هایی که توی PHP می‌نویسید تقسیم میکنه. MySQL دیگه میدونی دیتابیس ده، PHP NI چیه، کد هایی که احتیاج داری توی PHP بنویسید، دستوراتی که الزامی هستش توی شو برگرده و اصلا استراکچر PHP تون توی جاست، HD Access تون، فایل هایی که میتونه، حالا HD Access اصطلاحا شما میتونی فایل هایی که می‌نویسید بخواد بره روی سرور قرار بگیری میتونی مدیریت بکنی. نیاز نیست که اینا رو بدونید چیه، مثلا لاراول خودش HD Access رو هستش، ولی اینکه اگه بخوای یه سری کارها رو انجام بدی به مرور زمان باید بدونی HD Access رو بدونی که چی هستش. خب حالا در موردش صحبت می‌کنیم. پس من نیاز دارم یه مفسر. زمپ یه نرم افزاری هستش که توش همه اینها هستش. خب من چیکار بکنم؟ کافیه که برید توی اینترنت و بنویسی گوگل و بعد بنویسی زمپ و زمپ رو میزنی آپاچی فرند اینستال دانلود هر کدوم که دوست دارید، زمپ اینستال اند دانلود آپاچی فرند. میای اینجا میگی چی؟ ویندوزی، لینوکسی، مکی؟ خب ما ویندوزیم. داره برمی... خب رفت دانلود کنید هیچ بره دانلود کنه. بچه ها فیلم رو نگه میدارن. بریم دانلودش کردیم زمپمون رو. خب زمپ رو من میتونم آیا اینستال بکنم؟ بله. شما میایید میرید اینجا، من این رو میبندم، بذار من این رو استاپش بکنم، اینو میبندیش، این رو هم میبندی، کاری نداری. یا میری توی پی سی، توی سی یه فولدر درست شده به نام زمپ 3. من اینقدر زمپ اینجا نصب کردم، این زمپ وان بوده، زمپ بوده، زمپ 2 بوده، زمپ 3 هم بوده. زمپ رو برای شما میشه زمپ. من میام اینجا به عمد دنبال گزینه میگردم به نام آنستال. خب آنستال رو روش کلیک میکنم و بسم الله الرحمن الرحیم تمام دیتا هم پاک. خب پس ببینم، آره الان میاد که آنستال بشه. میخوام از اینستالش با هم یه کار منتظر میشم تا آنستال بشه. میگه میخوای پاکش بکنیم؟ واقعا میخوای پاکش بکنیم؟ میگم بله. میگه ریموو بکنم زمپ 3 رو؟ میگم بله. و منتظر میشم تا همهش پاک بشه. خب صبر بکنید، من فیلم هم نگه میدارم. چرا حالا دارم این رو به تو آموزش میدم؟ ببینید حواستون رو همیشه به زمپ باشه، من به عمد دارم این مسیر رو میام، همیشه حواستون باشه زمپتون رو آپدیت بکنید. چرا؟ چون بعدا میخواید لاراول استفاده میکنید. حالا لاراول پی اچ پی فرق میکنید، لاراول رو بیا اینجا شما در نهایت بعد از این دوره باید برید سمت لاراول، داکیومنشنش رو بزنید بهتون نشون بدم. ببینید وقتی ورژن 8 میخواید استفاده بکنید اینجا داره بهت میگه که چه چیزایی احتیاج هست. بوش بهت میگه که برای که بخوای نصب بکنی بسید اون پایین مایی نصب کنی کانفیگی که احتیاج داری چیه؟ خب کانفیگا رو کانفیگوریشنش نه بگم کانفیگوریشنش حالا بعد نیم بسن چون لاراول جدید شده مثلا قدیمش نیست دیتا رو اینجا قرار بده. کانفیگوریشنش رو ببینیم چیزی نوشته یا نه که بگه از چه کانفیگی باید استفاده بکنی. اگر نبود یه لحظه سرچش بکنی اصلا مشکل نیست. خب کافی شما تو اینترنت بزنید کانفیگ مثلا PHP فور لاراول 8. خب اینجا بهت میگه که کانفیگ پی اچ پی باید چی باشه. شما وقتی زمپ رو میای نصب میکنی، این زمپ رو که اینجا داری میای نصب میکنی، ببین ورژن پی اچ پی تو داره برمیگرده میگه 8.3.3. خب لاراول شما معمولا شما میاد لاراول شروع میکنید استفاده کردن، بهتون میگه که از چه پی اچ پی باید استفاده بکنید. خب اینجا نره میگه نوشته من نمیخونم از توش رد میشه. ببینم چیزی نوشته پی اچ پی ورژن، یا پی اچ پی ورژن رو نه اینجا که نیست. یه کنترل دوباره من بزنم پی اچ پی، نه این هم نیست. پی اچ پی ورژنش رو بزنم.
میگه که ببین الان داره میگه پی اس پی ورژن برای فکر کنم اینجا نوشته باشه. اینا میگه آپگریدینگ کنید در واقع چی رو برای 8 بعد آپگرید که می‌خواید بکنید اینجا اومده بهتون گفته. ببین پی اچ پی که احتیاج دارید 7.3 خب برای لاراول 8. پس من برای اینکه بخوام بیام لاراول 8 رو نصب بکنم میگه مینیمم پی اچ پی ورژنی که بعد احتیاج داشته باشی استفاده می‌کنه 7.3. خب لاراول رو شما میگه نصب بکنید ببینید الان داره میگه پی اچ پی که وجود داره چیه؟ 8.3 داره میگه نیو زب ریلیز شده مشخص شده 7.327 الان 7.416 هم داره میگه. حالا اینجا اگه حالا بیاید روش کلیک بکنید مشخص هستش به چه صورت هستش. حالا من زبی که اومدم دانلود کردم حالا آنستالش کردم یا آنستال کامل شد میام اینجا روی این قسمت من زب هم رو میندازم اینجا هم اما زب ها رو هم نگه نمیده روش دوبار کلیک میکنم میگه میخوای نصب کنی میگم بله. ببین برای شما بار اول بهش منتظر میشیم تا بیاد نصب بشه واسه میشه به سرش میگه میخوای ادامه بدم بسازم و از این حرفا کاری که داره میگم میگه مطمئنی میگم آره اوکی میزنی نکست رو میزنی میگه همه اینا رو نصب کنم ببین آپاچی ما اس کیو فایل اف تی پی میتونی میتونی این ستا رو نذار تام کات برای جاوا اینا هم میتونه استفاده بشه این مرسر میل سرور رو هم میتونه بذارید باشه حالا وقت میخوام ایمیل کار کنم اف تی پی هم میتونه باشه میتونه نباشه میگه میتونه برای پی اچ پی پرل ازش استفاده بکنم پی اچ پی مای ادمین رو حالا به این صورت که هستش اینا چیزایی که هستش میگم همه وجود داشته باشه سند رو میذارید میگه من درست بکنم توی سی تی سی کنم زام برام ببینیم حواستون باشه اصلا توی سی تی سی کنم زام رو نشه من زام تی رو دارم خب پی اچ مای ادمین توش هست هیچی توش نیست. خب میای اینجا اگه داشته باشی از قدیم اینجور شیفت دیلیت میزنی و هیچ اتفاقی هم توی رجیستریت اینا نمیفته نه ترس پاکش رو مشکل نداره نکست رو میزنی میگه انگلیش باشه میگم بله نکست رو میزنی و میگه اوکی کنم میگم درست و میره برای اینکه شروع کنه نصب کردن یه وبسایت خودش هم میاره بالا کاری ندارم منتظر میشم تا نصب بشه میبینید خب تموم شد میگه میخوام استارت بکنم کنترل پرنت نو الان میگم نه فینیش رو میزنم و خب زمپ من نصب شد. خب این فایل رو هم میذارم اینجا باشه حالا بعدش شیفت دیلیتش میکنم خیالتون راحت باشه میام اینجا میرم تو دیسپیسیم و میرم توی سی میبینید زمپ من نصب شده همه چی اوکیه یه فایلی دارم به نام استیک داکس پوشش این آشش بعد با هم دیگه در موردش صحبت میکنیم و یه دونه هم داره به نام زم کنترل اگزه ایشون رو میتونی اینجوری بگیری بندازیش این بالا خب چون قرار هستش که پروژه رو ما رو این کلیک بکنیم بیاد اجرا بشه من این رو پاک میکنم چون قدیمی میبینید که بازم نمیشه اصلا میام اینجا آمپینش میکنم ایشون رو میگیرم میندازمشون بالا میخوام اونجا قرار بگیره جاش اونجا باشه چون دم دستمه کلا کارهای پایتون PHP جاوا رو شما میتونید با ایشون انجام بدید برای بحث دیتابیس رو روش کلیک میکنیم میاد بالا اول بعد آپاچی استارت بشه میزنی و منتظر میشی تا در واقع استارت بکنه میگه اوکی کردم برای سبز رنگ میشه بچا اگر IIS تون فعال باشه ممکنه خیلی تو IIS تون ندونسته فعال کرده باشه خب یعنی چی یعنی اینکه روی پورت 80 حالا من در مورد پورت ها نمیخوام صحبت کنم اصلا در مورد شبکه نمیخوام صحبت بکنیم ولی یعنی چی این پورت 80 نگاه کن کافیه که من اینجا بنویسم لوکال هاست خب این لوکال هاست رو که بنویسم ببینید اومد زمپ هم بالا ببین ویندوز در واقع میگه میتونید بیا ویندوز 8 به بعد استفاده بکنید روی پی اچ مای ادمین هم که کلیک بکنید میتونی بفهمی که ورژنی که الان پی اچ پی میخوای استفاده بکنی اکسس دینای خب میدون اکسس دینای برای چی میزنه برای اینکه من مای اس کیو ال رو فعال نکردم پس حواست باشه اگه وقتی اینو میزنی وارد نمیشی و از این حرفا ناراحت نشو یا تو خاصی هم نیفتاده میای اینجا روی مای اس کیو ال در واقع کلیک میکنی تا ایشون هم پورت 3306 اش رو به شما اختصاص بده یه رفرش میکنی میبینید به این شکل در واقع شما اجازه میده یه سری دیتا بیس تست و پیش مایل رو پرفورمنس اسکیما و مای اس کیو ال اینا هستش که چیز خاصی هم نیست خب ما میایم ببینیم روی گزینه
هوم کلیک میکنم. حالا بعدا اینو کامل بهتون درس میدم، الان جز درس میدم. ولی اینجا بهتون داره میگه، میگه من روی در واقع لوپبک شما 127.0.0.1 سرور تایپتون ماریا دی بی، اس اس ال تون شما ازش استفاده نکردید، اصلا نمیخواد بدونید چیه پلاس بحث سکیوریتی اینا هستش، به موقعش بهش میرسیم. و میاد اینجا ببین پی اچ پی ورژن شما رو داره بهتون 8.3. خب پس من فهمیدم که ویندوز هم حالا داره 64 آپاچی 2.446 و این هم که 8.3. پس من میتونم توی پروژه لاراول هم کامل از استفاده کنم، مشکلی برام پیش نیاد، قرار است که بعدا با اینجا آشنا بشیم تا یه حد معمولی. حالا اکسپورت چیه، ایمپورت چیه، SQL چیه، دیتابیس چیه، اینا رو کامل قرار توش کار بکنم، قرار نیست چند اینا رو یاد بگیرم، به درد اونم نمیخوره. ولی خب بیشتر چیزاش رو یاد میگیرم و قرار ازش باش کار بکنیم. اگر بخواد خب خیلی حرفه‌ای بشه، بحث MySQL سرور داریم، حالا ان شاءالله تا زمانش رو بعدا خواهم گذاشت و MySQL سرور رو کامپلیت یاد میگیرم، فیلم واش رو میذارم توی وبسایت هم میتونید ببینید. یعنی اینجا در حد همین 6 7 موردش رو باید یاد بگیرید. خب بعدا راحت میتونم بیام برسم لوکال هاست و ببینید میام توی یه صفحه اونم داشبورد خودش هدایت میکنه، اینجا چیز مهمی نیست. ولی من میتونم اینجا چی بنویسم، بنویسم 127.0.0.1 بذارم و ببینید بازم این اومد بالا. پس این آی پی بک یا همون لوکال هاست ماست که این از این. یک دو، ممکنه شما اومده باشید حواستون نباشه یا یه کسی اومده باشه برات این کنترل پنل رو من میزنم، ممکنه حواستون نباشه توی این گزینه در واقع ترم ویندوز فیچر آر آن و آفتون این آی اس تون رو فعال کرده باشه، اینترنت اینفورمیشن سرویس این فعال شده باشه. اگر فعال شده باشه میتونید تیکش رو بردارید که غیر فعال بشه. اگر هم یه وقت شما آقا دارید میگی من میخوام ESP بنویسم، ویندوز میخوام بنویسم، اوکی، میاین اینجا روی این گزینه آپاچی تو یک گزینه داره به نام کانفیگ آپاچی http.conf، خب روش کلیک میکنیم، یک گزینه ای داره به نام کنترل F رو میزنیم، مینویسیم لیست 10 و الش رو بزرگ کنیم، لیست 10 میزنیم، پیدا نمیکنیم، میایم پایین این اوایل شد، این پایین یه گزینه اینا به خدا به من لیستن رو نوشتم اون هم چه جوری بود کنترل اف زد نگا نوشته لیستن 80 این پورت رو 80 80 اگه وقتی دی کار نکرد برات ببین اگر یه وقت زدی خب اینجا زدی 127.0.0.1 که آن نوشتی مثلا گیرم لوکال هاست، خب نوشتی لوکال هاست میزنی میبینی بالا نمیاد یا میاد آی اس میکنه، میاد چیکار میکنه این رو میکنی چی؟ 80 80. الان من اینو میکنم 80 80، میبندم و سیو میکنم، طبیعتا الان رفرش کنم دیگه این بالا یه دفعه استاپ میکنید دوباره استارتش میکنید، نگاه کن الان پورتش شد 80 80، استارتش میکنید الان رفرش که بکنی میبینی داره در واقع میگه بچرخه، میگه من بتونم اینجا پیدا کنم، نمیتونه پیدا کنه. خب شما میای جلوی لوکال هاستتون یه دو نقطه میزنیم اینو میسی 80 80، ممکنه نگاه کن ممکنه در واقع شما حواستون نباشه آی اس تو فعال باشه، میاد توی کانفیگ اچ تی تی پی کانف و میاد این گزینه رو میکنه چی، کدوم گزینه بود میاد پایین اینجا این 80 رو میکنه 80 80، پورتی هستش که هر کدوم از این صفحات به شما اختصاص داده میشه. من در مورد پورت ها نمیخوام صحبت کنم، در مورد شبکه هم نمیخوام صحبت کنم، فقط بدونید هر کدوم از این صفحه‌ها که باز میشه یه دیتایی میاد توش نمایش داده میشه، یه پورتی میاد توی شبکه‌تون اختصاص داده میشه که میتونه دیتا رد و بدل بشه. خب پورتی که برای آی پی لوپبک در نظر گرفته شده پورت 80 هستش. حالا اگر به هر عنوانی 80 نیومد بالا میتونی میگی بکنش 80 بکنش 81 هستم بکن 80 80 من 80 80 این چیز معمولش هستش بخاطر همین سر من اینو برش میگم به حالت 80 و میام اینجا استاپ استاپ دوباره استارت استارت ببین شد 80 اینا پورتی هستش برای پی اچ پی هست نمیاد استفاده میشه، دستکاریش نکنید. الان هم بیام اینجا بنویسم لوکال هاست و اینتر بزنم ببینید که میاد بالا، هیچ مشکلی هم